Bismillahirrahmanirrahim. Dar in ruzi mahi mubarak Ramazan mekhoham dar mavzui islah-i nafs dar Qur'an ya khudsozi islah-i nafsi insani dar Qur'an-i azimushan sohbat kunam. Amma qabl az une ki chand nuqtay asosi ro vabasta be in mavzu peshkashi shumo kunam, biyad yak bor bibinim ki in Qur'an-i azimushan ba mardumi arab, ba un mardume ki در جهالت زندگی میکردن، از فرهنگ و مدنیت درد بودن، چی کرد؟ محض انم این که قرآن عظیم و شان بر پیامبر علیه السلام نازل شد، تنها در مدت 23 سالی نزول این قرآن عظیم و شان، تانیست اون مردم عربی که در جهالت و در دوری از فرهنگ و مدنیت زندگی میکردن، اونها رو به یک امتی پیشرفته، به یک امتی تمدن آفرین مبدل گرداند. این قرآن عظیم الشان تا نیست بلال حبشیه که جز یک کنیز و غلام هیچ چیز از او برنمی آمد، به یک بلال ابن رباحی که سلشکر، یک انسانی که خیلی عملهای بزرگ را در جهان اسلام انجام داده است مبدل کند. او را به یک سلشکر، به یک رهبر، به یک چهره خیلی هم بزرگ مبدل کند و همین گونه ده ها صد ها نفر دیگر را. پس مشکلی در چیست که ما و شما قرآن میخونیم، قرآن تلاوت میکنیم، اما این خودسازی را در خودمون حس نمیکنیم، تغییرات در نفس های ما و شما با وجود نمیارد. مشکلی در قرآن، در آیات قرآن، در گفتای الله متعال نیست. مشکلی در ما و شما است که قرآن را چیگونه میخوانیم و چیگونه با آن عمل میکنیم. خودسازی در قرآن عظیم شان موضوعی هست که الله متعال در ده ها آیت این را بیان کرده است. زیرا یکی از سببهای نزول قرآن هم همین است که انسان را، انسانیت را از حالت بد به حالت بهتر و به حالت خوبتر مبدل کند، انسان را از ظلمات به نور آورده برساند. هدف از اسلام، هدف از نزول قرآن همین است، نجات حیات انسانیت، انسانیت را از بدبختی ها به خوشبختی ها مبدل بگرداند. به همین خاطر اگر ما آیت های قرآن عظیم الشان را ببینیم، چند نقطه مهمی را ذکر میکند. اگر ما و شما اون نقطه ها را در زندگی همون عمل کنیم، حتما یک خودسازی، یک اصلاح نفس در ما و شما با وجود میآید، یک حالت بهبودی در زندگی ما و شما، در نفس های ما و شما با وجود میآید. اول دستور و تشویق بخوندن. اولین آیتی که در قرآن عظیم الشان نازل شد برای نماز و روزه و فرض و عبادت نبود، بلکه اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگاری که تو را خلق کرده است. پس وقتی ما میخواهیم که یک تغییر در نفس خودمان، خودمان را خودسازی کنیم، از حالت بدتر به حالت بهتر برسانیم، پس باید به این توصیه قرآن عملی کنیم، بخوانیم، علم بیاموزیم. یکی از مهمترین چیزهایی که دین اسلام پیروان خودش رو همیشه ترغیب و تشویق میکند، این خواندن و علم آموختن است که متاسفانه ما و شما آن را ترک کرده ایم. دویم، هدفی خودمون را در این زندگی معین کردن. هدفی ما و شما در این زندگی چی است؟ آیا خوردن و نوشیدن و خواب رفتن؟ یا یک زندگیه که از این بالاتر و بهترش را تقاضا و طلب میکنیم. الله متعال در آیت قرآن میفرماید: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما تصور میکنید که ما شما را همین گونه آفریدیم و شما به ما برگشتی ندارید؟ یعنی به این معنای که ای انسان، حیات تو تنها این دنیا نیست، حیات تو خوردن و نوشیدن، خواب رفتن نیست، بلکه حیات تو، آن چیزی که ما برای تو میخواهیم،
بالاتر و بزرگتر از این خوردن و نوشیدن و خواب رفتن است. یک حیاتی پرتمدن، یک حیاتی که در آن بهبودی این دنیا و آن دنیا باشد. سیام الله متعال میخواهد برای اون که نفس ما و شما بهتر شود، یاد خودسازی در خودمان داشته باشیم، میخواهد بین بنده و بین خودش یک رشته را همیشه به جا گذاشته است و ما کوشش کنیم که انمی رشته را بین خودمان و بین الله متعال هیچگاه قطع نکنیم. همیشه این رشته باید وصل باشد. ببینید الله متعال میفرماید الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. یعنی به خاطر اینکه نفس های ما و شما بهتر شود، یک خودسازی در ما و شما به وجود بیاید، الله متعال ما را دستور میدهد که رابطه با آن ذات بزرگ داشته باشیم، همیشه او را ذکر کنیم، هیچگاه الله متعال را، گفتای او را، دستورات او را از یادمان فراموش نکنیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب، به انمین ذکر خدا، به طاعت عبادت، به برگشت به سوی الله متعال، به عملی کردن دستورات الله متعال، قلب آدم، دل آدم آرامش پیدا میکند. همین که قلب ما و شما، دل ما و شما، روح ما و شما آرامش پیدا کرد، حتما یک خودسازی در نفس ما و شما به وجود میآید. دیگر نقطه چهارم، این اصلاح نفس من، کوشش کنیم که نفس هامون را اصلاح کنیم و اخلاقی خوب داشته باشیم. الله متعال میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کسی که نفس خودش را اصلاح کند، از بدی ها به طرف خوبی ها ببرد، اون نجات یافته است و اگر کسی که این کار را نکند، اون شکست خورده است. در دیگر آیات ببینید که الله متعال میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و چندین آیات را بیان میکند که در آن اخلاق بهترین، رفتارهای بهترین را الله متعال قید میکند که ای انسان ها انمین رفتارهای نیک را انجام بدید تا اینکه یک خودسازی در نفس های شما به وجود بیاید، از قبیل خشوع در نماز، از قبیل خیر کردن، از قبیل کار نیک انجام دادن، از قبیل روزه گرفتن، از قبیل دستی بیچارگان را گرفتن، از قبیل تمام کارهای بد را ترک کردن. یعنی الله متعال میگه انم این کارها را بکنید، نفس های شما اصلاح میشود، یک خودسازی در شما به وجود میاد. و همچنین الله متعال در دیگر آیات ها نقطه پنجم، ما و شما را همیشه به صبر توصیه میکند. به چه خاطر؟ زندگی انسان همین است که بعضی حالات مشکلات های میآید که علاجش، راهی نجات یافتن از اون خیلی مشکل است، اما در این حالت انسان باید صبر کند تا اینکه راهی نجات را بیاید، نهی راهی برآمد از این مشکلی را پیدا کند. تا این مدت انسان باید صبر کند، زیرا بدون صبر وقتی که از دستمون چیزی نمیآید، کوشش کنیم صبر کنیم و از پشت پیدا کردن راهی نجات و راهی برآمد باشیم. در این زمینه الله متعال میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. هر کسی که در مشکلات صبر میکند، الله متعال او را اجر و ثواب به حساب میدهد. به چه خاطر الله متعال در اینجا صبر را گفته است؟ زیرا مشکلاتی که بالای ما و شما میآید، صبر را پیش کنیم، از خیلی مشکلات ها و کشمکشی ها خدا ما را نجات میدهیم. به همین خاطر الله متعال اجری صبر کنندگان را خیلی هم بزرگ بیان کرده است. نقطه ششم، اکثر آیات های قرآن انسان را به فکر نیک، به خوب فکری، تفاؤل میگه این را به عربی، دعوت میکند. یعنی که همیشه اندیشه خوب داشته باشیم، بد فکر نباشیم، همیشه مثبت فکر کنیم، به این معنا که ما و شما را همیشه به مثبت کردن دعوت میکند و ما و شما را از فکرهای بد، فکری بد کردن منع میکند. داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف را ببینید. وقتی که حضرت یوسف را گم کرد و مایوس شدن بعضی از اهل خانوادهش، حضرت یعقوب علیه السلام هیچگاه مایوس نشد و چی گفت؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه
ve la tey'asu min ruhillah innehu la ye'asu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Hiç kas umedash ro az khodavand kanda namekunad magar qawmi kafiru dur az Allah-i Mutaal. Pas hamesha musbat fikr kunid. Fikri nek doshte bochim. Hech goh ma'yus nashim. Hech goh alaqamon ba Allah-i Mutaal tark nakunim. Hech goh az rohi da'vatamon, az rohi ki mo khub medunim dast nakashim. Anamin nek fikr kuni, musbat fikr kuni, in dilhoy mo shomo ro orom megzorad. Dar nafsoy mo shomo tag'yir ba vujud miyorad. Az ine ki hamesha منفی که فکر کنیم خدا ما را عذاب بدهیم روح ما را عذاب بدهیم فکر ما را عذاب بدهیم و همیشه در مصیبت و در غم و اندوه باشیم مگر بهتر نیست که مثبت فکر کنیم و آرامش برای خودمون داشته باشیم نفس های خودمون را اصلاح کنیم و تغییر به نفس های خودمون بیاریم و نقطه هفتم آیات های قرآن عظیم شان همیشه ما و شما را دستور میدهد که از رفتار پیامبران و صالحین و بزرگان عملی کنیم به این معنا که اگر ما تاریخ پیغمبرها را بخونیم صحابه ها را تاریخشون را بخونیم بزرگا را تاریخشون را بخونیم اونها زندگیشون به مشکلی نبود به فشار و شکنجه و اینها نبود اما بر ضمن آن همه اونها صبر را پیشه کردن اونها یک راه را انتخاب کردن که در آن رضای الله متعال بود رضاگی الله متعال بود و تسلیت به نفس خودشان و یعنی به این معنا که آن پیغمبرا و صالحین نفسای خودشان را از حالت بد به حالت خوبی به حالت نیکی همیشه تغییر میدادند و در انمین استوار نگاه میداشتند پس ما و شما وقتی که به پیغمبرها، به صحابه ها، به بزرگان در زندگی همون اقتدا کنیم حتما یک تغییرات، یک خودسازی در نفس های ما و شما به وجود می آید اگر طبق زندگی آنها عمل کنیم طبق گفته های قرآن و طبق گفته های پیامبر علیه السلام در زندگی ما عمل کنیم حتما یک خودسازی در نفس های ما و شما به وجود می آید و ما و شما میتونیم مثل آنمون پیامبران مثل آنمون صحابگان نفسای خدا ما رو از حالت بد به حالت بهتر مبدل گردونیم نفسای خدا ما رو از تاریکی ها به روشنایی ها منتقل گردونیم انشاءالله امید دارم که همه ما و شما در ماه مبارک رمضان کوشش کنیم این نقطه های گفتگی را عمل کنیم عملی کنیم تا اینکه ماه مبارک رمضان به خاتمه نرسد مگر اینکه ما و شما در نفس های خودمون یک تغییرات بزرگی را به وجود آورده باشیم و وقتی که ما و شما تغییر خودسازی در نفس خودمون انجام دهیم حتما الله متعال در جامعه ما و شما در زندگی ما و شما این خودسازی را به وجود میارد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته